أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ميخوام يك عرفة بگم به شما مسائل اخلاقی در این شکل نیه که زیر بنای تمام تکمالات اجتماعیه. اخلاق کار شمیه. ما الگمان میکنم اگر ما بتوانم یک ما ار رو شما بیاین و ما استعداد داشته باشم هر روزم درباره امی صفتی که امروز میخوانیم صحبت کنیم، یک ماه هر روز یک ساعت 30 ساعت درباره حلوی علوی همت صحبت کنیم، خدا شاهد تمام نمیشه. کل سرنوشت ما این به امینجی مربوطه. اصول اخلاقی هر کدامش هم نسبت به فقه زیر بنایه. تقوا را ما در تقوا در فقه میخوانیم. تقوا ترک محرمات اتیان واجبات از سر تا به آخر قرآن همیه، هم تفسیر هم فقه کلش رو بنایه. رو بنایه زیر بنا اخلاق. اول باید اخلاق درست کنیم. این همیه. چقدر میخوایی علوی همتت چقدره؟ اول سوال امیه. ما میخوام به دختران بگم، به پسران بگم، شما این که میان درس میخوانین در حوزه، اونم حوزه یا در قسمت خارا یا در قسمت برادرا، چقدر به خود اعتقاد داری؟ از اینجا شروع کنیم. اینمی پول سراته. از موی باریکتر از شمشیر تیزتر، به مسئله معروف. چقدر به خود اعتماد داری؟ ما یک دختری که پدر من فقیره، هیچ کاری نمیتوانم، یک سال بعدم به زور مر مثل گوسفنده که میفروشن مرا به شوهر میدن، ما چیکار میتوانم؟ هیچ کار نمیتوانم. خلاصی تو گوری خود به دست خود کندی، نه از پدر گله کن نه از مادر، تو خود مثل یک گوسفند حساب میکنی یا یک بر جوجه بره که به دست پدر تو یک طور میفروشن. من میتوانم که یک ساعت سخنرانی کنم؟ هیچی حرفای من سلام که میدم دلم میلرزن. اشتباه میکنی دیگه زنها را نگاه کن، یک ساعت یک و نیم ساعت صحبت میکنم. یک موقع یک نفر از علمای افغانی، یک سید بود در تهران بود در دوره شاه و مصدق، اینا خیلی به درد میخوره، را پیمایی بود، کمونستا امثال اینا همه یک جا بودن را پیمایی میکردن. ای گفت من ایستاده بودم نگاه میکردم، گفت یک دختر آمد، خود از اون طرف تانک آمد مردا گروخت، از این طرف یک زن آمد خود اندخ به سرک پخش کرد برو خوابید، صدا میکرد که مرده بادشاه. این تانک آمد جلو، نرفت که جلو صدا کرد چیز زد بوغ زد که پشو تو رو میکوشیم، حکومت عسکری بود، نشد پس نشد، همین تانک آمد بله شرف شرف قیمه درست کرد. اینی مثل شما یک زنه، اینی قدر اراده کرد، باشا یک مخالفت سیاسی داشت. او قدر ای سید از این مناطق مرکزی بود، نمیدارم که زنده فوت کرده خدا رحمتش کنه، ای 20-30 سال ما او رو ندیدم، یک موقع برای ما در تهران حکایت کرد، گفت ما دیگه گفت کامین که تانک آمدی، گفت هم خود زیر بم زمین خود چسبانده بود، هر چی که گفت پشو، این می گفت مرده بادشاه، تانک بالیش رد شد. تو چیه که میگه من دخترم کاری نمیتوانم، درس خوانده نمیتوانم؟ تو مادر اصل انسانی، مادر انسانی، نصف انسانیت به تو مربوطه، چرا نمیتوانی؟ باید درس بخوانی، باید سخنرانی کنی، باید کتاب بنویسی. امروز صدها کتاب زنان نوشتن،
تو چکار شده؟ شما را میگم پدر ما در اونج در دیاتم در فلانی ده و حواز اقتصادی ما خیلی خرابه، پدر ما قردارم است. اینا وسوسه های شیطانه. خدا چی میگه؟ خالقت ولقد کرمنا بنی آدم، ما گرامی داشتیم بنی آدم و اونا را بر دریا و بر خشکا مسلط کردیم. ای گرامی، کرامت دینی نیه که تقوا داری عادلی، قضیه بنی آدم ها. ای کرامت تکوینیه. همه افراد انسان چی مؤمنن چی کافر ای کرامت دارن، اونا استفاده نمی کنن، تو استفاده کن. خیلی تو رو احترام کرد، خیلی احترام کرد تو رو. در میان موجودات اون مقداری که انسان گرامی شد هیچ موجود نشده. ما نمیدانیم در آسمان چی خبره، چقدر انواع دیگر، انواع مادی عاقل که انسان نباشه، چند هزار نوع دیگر مثل انسان که حقیقت انسان نداره ولی مادی و عقل داره. در بین این چند هزار انواع دیگر که احتمالا در کاکشان های دیگر و در منظومه های شمسی دیگر باشه، خدا هیچ نوعی به اندازه انسان تکریم نشده. فسجد لهم الملائکت کلهم اجمعون، تمام فرشته ها برای آدم سجده کرد. تو میگی چی رب داره به من؟ جنازه بابی مرا درست کرد آدمه، آمدن ملائکه برای دون سجده کرده، برای تو کرد. او نمونه بود، نمونه امین نوع انسان بود آدم. آدم به عنوان که آدم اولین بشر مورد سجده ملائکه قرار نگرفته، به عنوان که پدر این نوع، اصل این نوع، سمپات امین نوع انسانیه، رمز کل بشریت، برش سجده کردن، همه تسلیم شدن. یک عده ملائکه که استعداد زیاد نداشت، ای گفت ای چیه، ای چیه. او ابلیس خبیث که زوال گفت من سجده نمی کنم بری، او را ترک کرد، از تمام مقامات سلب صلاحیت شد. ای برای تو بود که برای تو سجده نکرد. گفت ای چیه، ما بهتریم از اینا، ما بهتریم، ما تو را تسبیح میکنیم، تعلیم میکنیم. میگه این جایلون فی الارض خلیفه، این مفسده. ملائکه خبر داشتن آدم کوشه، واقعا آدم کوشه، انسانه صف خون ریزه، هم تباکار هم خون ریز. همین دیروز صد نفر در عراق کشته شد، زخمی شد. هر روز در امین روی کره زمین خون ریزی است. چی اونایی که از رای دور از یک قاره دیگر اینا را تحریک میکنن، چی خود ای احمقایی که تحریک بمو، تحریک دین خودم از بین میبرن، دنیای خودم آدم کشی میکنن. هست ملائکه راز گفتن، خدا نگفت که شما دروغ میگین، اینا صفاک نیه. خب صفاک بودن، امروز ما به چشم خود میبینیم محسوسه. در قرن 21 اوقدر خونریزی که الان میشه، انسان به توسط انسان نماها کشته میشه، در طول تاریخ بشریت نشده. این قرن 21، قرن 20 میگفتن قرن نور و علم، این قرن 21 بشره. بشر مادی به دور از خدا بدتر از حیوان، اما حیوانای ما قبل تاریخ این جنایات مرتکب نمی شدن که الان میشن. هر چی که تمدن مادی بالا برو، فتنه و فساد بیشتر میشه، وسائل کشتن بیشتر پیدا میشه و مفسد هستن، هم خونریز هم مفسد.
دو صفتی که ملائکه بر آدم وارد کرد بر ذریش خود آدم که نکرده بود. ملائکه می فهمیدن که این آدم که نک سجده کو یعنی به انسانها تسلیم شن. خود آدم که تنها نماینده خدا در روی زمین نبود، نسل انسان نماینده خدا در روی زمینه. همه ما و شما نماینده خدا در روی زمینیم. زنام انسانه، مردام انسانه، همه نماینده خدا در روی زمین. باید وظیفه خدا انجام بدیم. ای از یک طرف، ای همه که گفتم از موی ای قضیه ای صفت اخلاقی که اینجا نمیشته علو همت، از یک طرف به خود ما مربوطه که ما باید مقام خود بشناسیم، موقف خود در موقف شرعی را نمیگم، بعض اشتباه نشو، موقف تکوینی خود میگم، مو استعداد ذاتی خود میگم. چه کافر باشه چه مسلمان باشه، انسان خیلی قدرت داره، خیلی استعداد داره، خود ضایع نکن. ای از یک طرف. از طرف دیگر یک دفعه به مرض تکبر گرفتار میشی، از گناهان کبیره نزدیک به شرک. من خود از همه برتر میگذریم. بین این دو رامو تو که گفتم از شمشیر تیزتر، از موی باریکتره که از یک طرف انسان قدر خود بشناسه، از طرف دیگرم از حد خود تجاوز نکنه. کار اربوز نیست خرمن کوفتن. مردای بزرگ میخواین، علم زیاد میخواین که از یک طرف به کرامت تکوینی خود قائل باشه. لقد کرمنا بنی آدم، این کرامت کرامت تکوینی ماه. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ما چند دفعه به شما گفتم که ما تقویم در فارسی تعال معنات پرش پیدا نکردم، یک کلمه مختصر. بالاخره در کل ام بدن شامل میشه امروره. ای تاج ای دوم ای بزرگترین تاج افتخاره که بر سر انسان گذاشته میشه، تاج تکوینی نه تشریعی که مخصوص دیندارا باشه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین روح و بدن و قوامی که انسان داره این ما آفریدم، که دستگاه خلقت از این بهتر به وجود نیاورده. از کلمه اصلا ما این میفهمیم که در دستگاه تکوین نه تشریع، در دستگاه تکوین در عالم خلقت از اولین لحظه با شکوه خلقت تا به امروز و تا قیامت از انسان بالاتر نیه. مثل انسان وجود داره به نظر ما، از کیه نمیدن و شاید در دیگه کرات باشه. بواسطه که میگه وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، نگفت بر امه مخلوقات، میگه وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. معلومه که یک ادخ بیرونه هسته از مخلوقات دیگر که از انسان برتر نیه، ولی انسان از اونا برتر نیه. اما از می کلمه حسن معلوم میشه که اونا از دسته غیر کثیر از انسان ها بالاتر نیه، ولی مثل انسان هاین. همی آیات ها که جمع کنیم همی تو میشه. حالا اونا کی هستن ما نمیدانیم، کائنات خیلی بزرگه. خب این تکوینی ماه، تشریعی ما معمویه که اگر به خدا ایمان بیاریم و او قدر مقام پیدا میکنیم به وسیله دین که به مو اندازه که در تکوین ما با مقام داریم، تمامی اون آره امر تضمین میکنیم، امر تضمین میکنیم. این دین برای امیه که این کرامت تکوینی و این احسن و تقویم بودن انسان اینا مفت از دست ما نروه، اینا را باید دین تضمین میکنه، شریعت تضمین میکنه،
این درست شد. وقت چی بخوایی چی نخوایی، همی قدر که همی مقدماتی که ما گفتم اینا را قبول کنیم، اولوی تب برای ما پیدا میشه. خیلی کارای پسته به فطرت اولی خود انجام نمیدیم. اگر یک نفر دیشب نان نخورده، زنشم مریضه، پسرشم وقتی که از خانه میرو میشد جیغ میزد از گرسنگی، زنشم در شرف مرگ از خانه بیرو شده، الان بر یک کیلو طلا مسلط شد به حرام، ما تو میتوانیم خود جلوگیری کنیم؟ نه. دستای من بلرز میه، پایای من بلرز میه، بدن من بلرز میه که زود ایره ورداریم و بروم بفرشم و بچه خود سیر کنیم، زن خود از مرگ نجات بده. ولی اونایی که این کرامت تکوینی خود حفظ کردن به وسیله تشریع، اونا از تمام میگذرن، مثل که الان ما و شما از یک لغمه گندیده غذایی که از دهن یک ایوان افتیده به او علاقه نداریم، اونا به کل کائنات علاقه ندارن. اوت به اوت جادم میرسه، به نظرشان نمیایه. اولوی تب و همت عالی خیلی آدم بالا می بره. امین بعضی هستن میگن من قدر ما درس بخوانم که سر منبر بالا شده بالا شم، نکارم یاد بگیریم که پولم گیر ما بیایه، مردم هم دست مرمش کنند، دیگه نمیخوام اوج خوشبختی بشریت. این طایفه حوس بازن، اینا به هیچ وجه ترقی نمی کنن. میگن سید شریف دانشمند بزرگه، از برادران علی سنت ما، کتابش رو ما خواندم، شرع مواقف از اوه، ما شرع مواقف زیاد خواندم، ما کتابای دانشمندان علی سنت زیاد خواندم. آدم باید بخونه، مرز نمانه برای خود. من زیاد خواندم، مرد بزرگ دانشمند در ادبیات، در علم کلام، فلسفه موارده، از کلامش در شرع مواقف معلومه که فیلسوف هم بوده. غرض به پسر خود گفت پسر تو میخوایی تا کجا درس بخوانی؟ که چکاره شوی؟ همین سوال برای ما و تو است، هم برای دخترای ما، هم برای پسرای ما، هم برای خودم هم است. تا کجا به کجا میخوایی برسی؟ خب خود سید شریف دانشمند بود، پسرش گفت من میخوام مقدر درس بخوانم که به مقام علمی شما برسم. این در قصص العلماء نقل کرده بود، میگه شاید به نجف در دوران طلبگی خیل خوانده بودم، گفت من مقدر درس میخوانم که به مقام شما برسم. خب پدرش خیلی ملا بود، پدرش چی گفت؟ پدرش گفت خاک به سرت شوه که تو اوقدر درس بخوانی که مثل ما شوی. خیلی پست همتی، اولوی همتیت کجا شد؟ اولوی طبع تو کجا شد؟ میدانی که من چی قصد داشتم که به کجا برسم؟ گفت من اول قصد داشتم که به مقام علمی امام صادق برسم، اینی قدر پایین رسیدم که الان بین ما و امام صادق خیلی فاصله. تو که الان میخوایی به مقام ما برسی، تو خیلی از ما پایین تر میایی. همت بلندار اخلاقه، اینا فقه نیه، اینا اخلاقه. حتی اگر انسان کافر باشه باید اخلاق اسلامی را قبول کنه. خدا شایده کفارم باید بیاین درس اخلاق اسلامی بخوانن، خیلی برای انسانیت مثل آهن درست میکنه. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. اگر دزد میشی بشو مشکل نداری، ولی دزد
بلند همت علوی همت داشته باش بخانی یک پیرزن نرو که پینجا و غانی زور امرای افتاوی کنیش دزدی کنی و بیروشوی خاک بسر چو برو بانک ملی برو اونجی 10 میلیون بکشو ببر اینمه تک دوز شو کمتر نگیر از 10 میلیون دلار بانک ملی دلارم دارد اگر خبر ندارین من به شما میگم ها اینمه تو دوز باش خاص دوز نباش افتابی زیر ببرو نمیدارم که کاسه اوزنه کر دزدی کو 40 اوغانی یا 100 اوغانی یک نفر از جیبش بکش 200 اوغانی را زو قرض کو بعد منکش ایش چی خاص دوزیه آبروی دوزدارم میبوری نه 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 از میلیون میلیون بعضی اوقات میلیاردار الان میزنن الان قرن 21 بعضی اوقات میلیارد میلیارد دزدی میکنن به درس میایی نخان او قدر دست که خودت مشتهد نشوی در فقهم باید بگو من مشتهد میشم دست از طلب ندارم دست از طلب ندارم تا کام من براید حالا در اینجی یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید اینمه تو باش در سبقان نه شبه ببین نه روزه نه روز پنجشنبه را ترک کن نه روز جمعه را روز عاشورا بود هم در سبقان هر ماه رمضان صدوق میگه میگه من احیا شبه قدر میگه میگه من احیا آتین اللیلتن به مذاکرت العلم فهو افضل از او نماز صدر کتی تو میگه بهتر درس بخوان در فقه مجتهد شو در اصول فقه مجتهد شو در ادبیات مجتهد شو در کلام و در معقول مجتهد شو در رجال مجتهد شو در حدیث مجتهد شو در تفسیر مجتهد شو اقلا میشه اما میشه برای تو هم میشه برای او دخترای من میشه الو دخترا میگه ما مجتهد میشه ها تو میشی تو میشی تو انسان نی چرا خدا میگه لقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یا احسن تقویم مال مردای مال تو است همت خبات بالا بگیر پایین نگیر همت بالا تنها با ارزوها نمیشه اونا ارزوهای احمقانه به قول پاکستانی میگه در جنت احمقان زندگی نکو یک مثل پاکستانی داره میگه احمقان در بهش زندگانی نکنن بهش تاینی میجی خیال میکنن زندگی میکنن جنت احمقان به در نمیخوره که امتت بالا باشه و کار دکنی امو قدر که امت داری اون امو قدر زحمت بکش برو برو به شما نگفتن یک موقع سعی به کفایه در بدترین مدارس بوده این همی مدرسه سلیمیه که علمیه و مور دیده بودم بدترین مدارس بود این همی چی بود گفت درس میخاند میخاندم گفت یک دفعه دیدم که خیلی دیگه چیز شده بدنم خسته شدم خود بالی کتاب اندخته بوده گفت خستم که یعنی دستای کشیدم یک قدی که تمدد اعضای بدنم یک قدی پس درست شد دستای بالا کردم و پایین یک دفعه چشم با هوا افتاد گفت دیدم که آفتاب بیرو شده ای که سر شام نماز شام خانده و خفتن خانده آمده در وجره اینی امت بالا داشت تا به امروز کتاب کفایه آخرین درجه ستوی مایه که درس میخوانیم تو جلد کفایه یک رفته بوده در مدرسه سلیمیه اونجا شب که اونجا بوده در درس میخوانده شاید قوانین و اصول بوده سر قوالی کتاب پایین کرده یک کمی نخود بوده یا ار بلای که بوده و بین دیگ اندخته همون فتیله های چراغ های چیز تیلی را ما هم داشتیم پایین کرده بوده که تاعت 12 تا اوخ پخته شو از دود پخته نشوه که این درس بخانه بعد نانه بخوره بخواه اونانا سخ اون ساعت 12 شده نخوتای دیگ اما سخته بوی بالا شده این فکرش نشده بوی نفهمیده اینی را میگن طلب العلم فریزتون علا کل مسلم این همی طلب العلم که نگ ملائکه پایخ میاره زیر پای طالب العلم میگذار میگ بالی پایی بالی ای پرای ما لغت کو بالی بالای ما پای خود بگذار
ای او قدر خانده قدر به علاقه داشته و عشق داشته که هیچ باکش نشده. اذان گفتن خب اذان هر جا میگن که اون به نجف این مخصوص نجف نیه، خب اذان میگن. او اذان صبحم شده این نفهمیده، اذان نشنیده، اینی طلب العلم، اینی علوی طبع. علوی طبع آدم به این معجزات میکشانه. گوش از کار افتیده، اذان نشنیده، یک دفعه سرخ بالا میکنه که صبح شده، نماز صبحش قضا شده. ای حق نداره که خدا به ای بدیه. خدا چی میگه؟ خدا تضمین کرده برای احمد، برای صاحب کفایه، نه برای ما و تو، برای دخترای ما. والذین جاهدوا فینا چکار میکنه؟ لنهدینهم سبلنا. همه رای خدا برای اونا، ما اونا را هدایت میکنیم، اونا را میرسانیم به جایی که دیگرها گمان نکنن. علوی طبع میبینه که آدم به کجا میرسانه. یعنی واقعا یک گدال آن هستن که اگر حلالم باشه مکار نمی کنن، میگن طبع ما، علوی طبع ما مقتضی کارای پس نیه، نمی کنن. یک نفر به ما گفت، گفت 50,000 افغانی ما بعد یک که میخوام به قندار بود، یک آجی هراتی فوت کرد. گفت از نگاهی شرعی چطوره؟ او قصر که کهی کرد، گفت مطابق این قصه که تو میگی میتوانی که الان پولی زوبه گیری تو آمده ندی، حق توه. یک کم فکر کرد، دید که بدلش برابر نیمد، گفت درست شرعن جایز، ولی ما طبعم قبول نمی کنه. او زمانه که او عجی مرحوم به ما گفت که طبعم قبول نمی کنه، 50,000 یا 30,000 افغانی، 30,000 افغانی امروز نبود، او خیلی قیمت داشت او زمان. گفت نمی گیرم، ای برای ما خوب نیه. اینه طور هدن به دنیا پابند نمیشه. خیلی کارایی که من نمیتوانم تصور کنم، اگر طبیع ما عالی بشوه، ما مکارا را اتومات انجام میدم. والحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج